به نام خدا، بنده جواد عمرانی هستم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با آموزش پارت ششم نرم افزار اسپن های سیز در خدمت شما دوستان عزیز هستم. ما توی پارت اول اومدیم مقدمه‌ای از نرم افزار اسپن های سیز گفتیم، توی پارت دوم ماژول های نرم افزار رو با هم دیگه بررسی کردیم، توی پارت سوم اومدیم تجهیزات و اون جریان هایی که توی محیط شبیه سازمون نیاز داریم که شبیه سازی رو باهاشون انجام بدیم با هم دیگه بررسی کردیم و با هم دیگه تعریف کردیم که این تجهیزات چی هستن و چه ویژگی‌هایی دارن. توی پارت چهارم اومدیم تا پنجره سیمولیشن، یعنی اومدیم کامپوننت لیست، فلوی پکیج و سیمولیشن و یه جریان هم شبیه سازی کردیم. توی پارت پنجم اومدیم یه مثال ساده با هم دیگه حل کردیم و پی اف دی یا همون خروجی که از نرم افزار میتونستیم بگیریم رو هم پی اف دی و هم به صورت تکست اومدیم ازش خروجی گرفتیم. توی این پارت ما میخوایم یه مثال با هم دیگه حل کنیم و یکی از تجهیز اجاز که خیلی مهم هست و بیشتر توی های سیز پیشرفته ازش استفاده میشه رو اینجا با هم دیگه کار کنیم که خیلی کاربردی هست. محیط نرم افزار به این صورت هست، گزینه نیو آوردیم، یه کیس میخوایم، کیس جدید میخوایم که شبیه سازی رو توش انجام بدیم. مثالی که من اینجا در نظر گرفتم این مثال هست، یه جریان خوراکی با دبی مولی 2 پوند مول بر ساعت از هیدروژن و 3 پوند مول بر ساعت از متان در دمای 100 درجه فارنهایت در فشار 1 اتمسفر رو تعریف نمایید. من یکم بحث رو بازش کنم که چی ازمون میخواد. اینجا شما نگاه، یک جریانی دارین خب که با هیدروژن هست، اطلاعاتی که داره دبی مولیش در واقع 2 پوند مول بر ساعت هست، دمایش 100 درجه فارنهایت و فشارش هم 1 اتمسفر هست و هیدروژن شما این بود، متان شما هم دبی مولی 3 پوند مول بر ساعت هست. این رو شما دو تا جریان همجور که توی پارتای قبلی توضیح دادم با هم دیگه اوکی میکنیم. بعد از اون چون میخواد یه جریان خروجی از این دو تا گرفته بشه، از تجهیزی که گفتیم استفاده میکنیم چی هست؟ اون تجهیز میکس هست، از میکسر استفاده میکنیم که این دوتا تجهیز با هم دیگه مخلوط بشن و وقتی که با هم دیگه مخلوط شدن به ما یه جریان خروجی بده که دمای 100 درجه فارنهایت و فشارش هم 1 اتمسفر باشه. ما حالا میایم اینجا اولین کاری که گفتیم انجام میدیم، میایم کامپوننت لیستمون رو مشخص میکنیم. اینجا کامپوننت لیستی که ما داریم هیدروژن و متان هست که حالا میایم اینجا توی پنجره، میایم توی کامپوننت لیستمون گزینه اد رو میزنیم و هیدروژن H2 و هیدروژن و متانمون رو به کامپوننت لیستمون اضافه میکنیم. متان الان کامپوننت لیست ما به نرم افزار شناسونده شد، الان ما کامپوننت لیستمون اوکی شده، توی پنجره توی نوار استاتوس هم به ما اوکی داده، یعنی کامپوننت لیستمون مشخص است. می‌بینیم ما اینجا در واقع دو تا کامپوننت لیست داریم که در واقع هیدروژن و متان هست و ما توی نرم افزار این دو تا رو از کامپوننت لیست وارد کردیم و پنجره اون نوار استاتوسمون هم به ما اوکی داد و سبز رنگ شد. بعد از اون ما فلوید پکیجمون رو باید انتخاب کنیم. اینجا فلوید پکیج همونجور با توجه به پارتی که در واقع پارت اولی که من اومدم فلوید پکیج رو در واقع لیست کردم، ما اینجا میتونیم از پین رابینسون استفاده کنیم که پین رابینسون رو انتخاب میکنیم. همونجور که میبینین پروپرتی پکیج ما اوکی داد و نوارش سبز رنگ شد. الان بعد از اینکه ما کامپوننت لیستمون مشخص شده و فلوید پکیجمون هم اوکی شده، میتونیم وارد پنجره سیمولیشن بشیم که روی سیمولیشن کلیک میکنیم. مسئله از ما چی خواسته؟ به ما گفته که یک جریانی شما تعریف کنین که چی باشه؟ توش هیدروژن باشه با دبی مولی. ما میام اینجا جریان رو مشخص میکنیم. گفتیم ما اینجا دو تا جریان داریم، یکی جریان انرژی هست، یکی جریان استریم ما هست، یکی هم جریان مواد ما هست. چون اینجا ما در واقع
یه سری کامپوننتس داریم که توی جریانمون میخواد جریان داشته باشه، میایم از متریال استریم استفاده میکنیم. اینجا متریال استریممون رو میذاریم همونجور که پارت قبلی گفتیم. ما الان استریمی که گذاشتیم، استریم ما آبی کمرنگ هست، باید اطلاعاتی که مربوط به این جریان هست رو بهش وارد کنیم تا این جریان ما در واقع آبی پررنگ بشه. چیکار میکنیم؟ روش دوبار کلیک میکنیم، واردش میشیم. اینجا اولین کاری که میکنیم اسمش رو تغییر میدیم با اسم H2O قرارش میدیم، یعنی هیدروژن ما. بعد از اون با توجه به فرضهای مسئله‌ای که داریم، گفته که اون دبی مولی ما 2 پوند مول بر ساعت باشه. ما میام چیکار میکنیم؟ دبی مولیمون رو ابتدا اون دماش و فشارش هم میتونیم وارد کنیم. دمای ما 100 درجه فارنهایت هست که ما اینجا نگاه، اینجا چون که واحدهایی که برای این تجهیزاتمون وجود داره، نگاه مثلا من اینجا نگاه سانتیگراد هست، اینجا پرشر ما بار هست. چون ما میخوایم واحدهامون بر اساس فارنهایت و در واقع اتمسفر باشه، ما گفتیم میتونیم از پنجره یونیت ست این واحدهاشون رو تغییر بدیم. که من اینجا میام فشار رو پیدا میکنم، پرشر من الان روی بار هست که اون رو میتونم روی بار بذارم که الان روی بار هست، و دمام هم میتونم روی درجه در واقع روی فارنهایت بذارم. بعد از اینکه من این قسمت رو اوکی کردم، میتونم گزینه اد رو بزنم، گزینه بیو رو بزنم و فارنهایت رو مثلا میاد خودش اینجا به سانتیگراد یا هر چیزی که بخوایم خودش اون واحدهایی که خودش میخواد رو انجام میده. گزینه اوکی رو میزنم و بعد از اون اینجا اون واحدهایی که برای تجهیز ما وجود داره تغییر میکنه. الان دمای من بر اساس فارنهایت هست و فشار من بر اساس بار هست. که ما اینجا گفتیم فشار ما 100 درجه فارنهایت، که الان میذاریم 100 درجه فارنهایت. اگر شما حتی میتونستی اونجا درجه در واقع واحد دما که سانتیگراد بود اینجا بغلش بزنیم و تغییرش هم بدیم، یعنی اونجا اگه سانتیگراد بود شما اینجا میذاشتین 100 بر اساس در واقع فارنهایت میزدین، تغییر میکرد. ولی شما هم اولش میتونین واحدتون رو بر اساس اون چیزی که میخواین تغییر بدین که دیگه نخواین مرتب واحدهاش رو تغییر بدین. ما الان دمامون اوکی شد، پرشر یا فشار ما گفته در واقع 1 اتمسفر باشه، که من اومدم واحدش رو روی بار گذاشتم، میایم واحدش رو روی اتمسفر قرار میدیم. فشار رو من پیدا کنم، پرشر اینجا، فشارم رو بر روی اتمسفر قرار میدم و اوکی میذارم. الان دیگه فشار من دیگه بر اساس اتمسفر هست و 1 اتمسفر هم اینجا داریم، اتمسفر رو اینجا قرار میدم. و ماس فلوی من اینجا، ما گفتیم اینجا دبی جرمی ما هست، اینجا دبی مولی ما هست. نگاه من یه عددی همینجوری میذارم مثلا 3. خب من اینجا باید بر اساس کیلو مول بر ساعت باشه. نگاه الان اینجا من پوند مول بر ساعت دارم، باید پوند مول بر ساعت رو اینجا پیدا کنم که ببینم الان من اینو تغییرش بدم. اینجا پون مول بر ساعت رو انتخاب میکنم. الان دیگه شما گفته که به ما گفته چی؟ گفته که هیدروژن من 2 پوند مول بر ساعت باشه. پس من میام چیکار میکنم؟ گفتم اینجا شما میتونی واحدش رو همونجا حتی تغییر هم بدید. خب ولی من حالا اینجا اینو خواستم که شما بیشتر بدونید که میتونید همینجا هم تغییرش بدین، این رو تغییرش ندادم. 2 پوند اینجا میان میزنین 2 پوند مول بر ساعت، این خودش میاد اتوماتیک براتون تغییر میکنه، چون الان واحدی که دیفالت خود نرم افزار هست کیلوگرم مول بر ساعت هست و خودش به صورت اتوماتیک تبدیل میکنه به اون واحدی که شما نیاز داشتین. الان بعد از اینکه ما اومدیم اینا رو وارد کردیم، ابتدا باید کامپوننت لیستمون رو مشخص میکردیم که الان نگاه
ما هم میتونیم ابتدا کاندیشن یا اون شرایطی که وجود داره، فرضیاتی که نیاز هست رو وارد کنیم، هم میتونستیم ابتدا کامپوننت لیستمون وارد کنیم، اون کامپوزیشن هایی که در واقع توی جریان نیاز داریم وارد کنیم، و ابتدا هم میتونستیم کاندیشن یا شرایط رو وارد کنیم که ما حالا اومدیم جریان یا اون فرضیاتی که نیاز بود رو برای جریانمون وارد کردیم، و اینجا میایم کامپوزیشنمون رو وارد میکنیم که کامپوزیشنی که برای ما گذاشته، ما یه جریانی داریم که نگاه یک جریانی داریم که کلش هیدروژن هست، پس کسر مولی که برای این در نظر گرفته میشه یک هست. ما اینجا ادیت رو میزنیم، این رو میذاریم، هیدروژنمون رو میذاریم یک. الان ما نرمالایز که کنیم، الان فقط توی جریان ما هیدروژن وجود داره. بعد از اون اوکی میکنیم، الان جریان ما کامل ران شد، میبینید الان سبز رنگ شد و اوکی به ما داد، یعنی اینکه جریان شما اوکی هست. ما الان اینجا یه جریانی آماده کردیم با مشخصاتی که از ما خواسته، با دبی مولی 2 مول بر ساعت از هیدروژن، با دمای 100 درجه فارنهایت و فشار 1 اتمسفر، و یکی جریان دیگه از ما میخواد، جریانی با اطلاعاتی که حالا ما میتونیم اینجا روش کلیک کنیم و اینجا هم متان داریم، میتونیم بذاریم 34، این هم متان ما هست. متان ما هم دقیقا 100 درجه فارنهایت هست با فشار 1 اتمسفر، فقط اون دبی مولیش متفاوت هست که دبی مولی ما اینجا 3 مول بر ساعت هست. ما اینجا 3 مول بر ساعت رو میزنیم و اینجا بغلش واحدش رو بر اساس پون مول بر ساعت تغییر میدیم. خب الان فرضیات ما، کاندیشن ما اوکی شد، باید کامپوزیشن رو براش مشخص کنیم. ما اینجا هیدروژن در واقع الان ما جریانی که داریم فقط متان هست، پس هیدروژن ما 0 هست و متان ما 1 هست. اینم از بخش در واقع اون کامپوزیشنی که ما باید وارد کنیم توی جریان. به معنی که اوکی کنیم، میبینید جریان دوم ما هم اوکی داد. الان ما ورودیامون رو انجام دادیم، در واقع اون دوتا جریان هیدروژن و متانمون رو با توجه به فرضیاتی که خود مسئله به ما گفته، با دبی مولی 2 مول بر ساعت و از هیدروژن و 3 مول بر ساعت از متان رو توی نرم افزار اومدیم شبیه سازی کردیم، وارد کردیم. حالا به ما گفته یه جریان خروجی از این دوتا میخواد، به خاطر همین ما باید این دوتا جریان رو توی یه میکسری با هم دیگه مخلوطشون کنیم. ما میایم میکسر رو انتخاب میکنیم، میکسر رو دوتا کلیک میکنیم روش و اون رو وارد میکنیم. جریان هایی که بهش اضافه میکنیم H2 هست و CH4 ما هست، و خروجی هم که میخوایم از این بگیریم در واقع جریان میکس ما هست. ببینید جریان الان این تجهیز ما ران شد در واقع، و ما میتونیم اطلاعاتی که از این آخر بوده، ما گفتیم که یک میکسی از این دوتا باشه با شرایط چی؟ با شرایط دمای 100 درجه فارنهایت و فشار 1 اتمسفر، که الان میبینیم فشارش 1 اتمسفر هست ولی دماش 100 درجه فارنهایت نیست، در واقع 1600 فارنهایت دمایی نیست. ولی ما اینجا اگر بخوایم این رو، چون فرض مسئله این بوده که ما میکسی که میخوایم دماش 100 درجه فارنهایت باشه و دو تا جریانی که ما وارد این میکسر کردیم هم دما بودن، با این تفاوت که اینجا میبینید دماش تغییر کرد، یعنی 100 درجه فارنهایت نیست. شما میتونید دمای ورودی تو رو تغییر بدید. میبینید اینجا مثلا دمای ورودی شما 100 درجه فارنهایت هست، شما میتونید رو تغییرش بدید، مثلا بذارین 101. ببینید این دماتون به چه صورت میشه. نگاه الان دمای میکسر من شد 100.2 فارنهایت. میبینید شما میتونید انقدر این رو تغییرش بدید، مثلا من اینو میذارم 100.5،
نگاه، الان من این رو با تغییر دادن رسیدم به دمای 100 درجه فارنهایت. این الان مسئله ما، فرایندی که داریم طراحی میکنیم خیلی ساده است. در جایی که شما مثلا اگه یک فرایندی داشته باشین که خیلی پیچیده باشه و بخواید دماش رو تغییر بدین، نمیتونین همین موارد رو کم کم به صورت در واقع با تغییرات بیاین به اون نتیجه نهاییتون برسید. یکی این راه هست که واقعا من پیشنهاد نمی کنم. یه توی نرم افزار یک در واقع تجهیزی هست به نام اجاز. این اجاز ما خیلی کاربردی است. اجاز به چه صورت هست؟ همونجور که توی پارت سوم اومدم توضیح دادم، اجاز از شما میخواد مثلا اون متغیری که در واقع شما میخواین تغییر بدین رو بر اساس اون تغییرات انجام بده. شما الان اومدید دمای ورودی رو دماش به صورت تدریجی هی کم یا زیاد کردین تا به اون دمایی که میخواست برسه، ولی اینجا شما دیگه نیاز نیست، با اجاز کردن به راحتی میتونین به اون چیزی که میخواین برسین. تارگت شما چی هست؟ تارگت یعنی ما میخواییم میکسمون، خب اینجا جریان میکسی که داریم به 100 درجه فارنهایت برسه. بذار من اینو دماش باز تغییر بدم که اشتباه نشه. اینو 90 درجه فارنهایت میذارم فعلا که این میکسمون نگاه 96 هست. الان دمای درجه فارنهایت ما 96 هست. ما میخواییم اینو 100 درجه فارنهایت باشه. چیکار میکنیم؟ میایم تارگت وریبل ما رو، در واقع اون جریانی است که ما میخوایم به اون درجه برسیم. الان اینجا میکسمون رو ما میخوایم به 100 درجه فارنهایت برسیم و چی هست؟ دماش رو میخوایم برسونیم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم اینجا اون تجهیزی که در واقع میخوایم دماش رو تغییر بدیم یا هر چیزی که میخوایم تغییر بدیم رو انتخاب میکنیم. اینجا مثلا من میخوام جریان میکسم در واقع دماش تغییر کنیم. میام تمپریچر رو انتخاب میکنم چون دما هستیه. تمپریچر رو انتخاب میکنم و سلک رو میزنم. الان نگاه، شما میخواین خروجیتون در واقع اون جریانی که داره، اینجا میخوام گزینه میکسم دماش بشه 100 درجه. میام اینجا هم میذارم 100 درجه فارنهایت چون میخوام برسه به 100 درجه فارنهایت. بر اساس چه ورودی؟ یعنی من باید یه ورودی بهش بدم که این نرم افزار خودش بیاد اینقدر توی تایم های مختلف توی در واقع تغییر بده تا به اون نتیجه برسه. دیگه شما نیاز نیست که خودتون بیان یکی یکی تغییر بدین. خود نرم افزار میاد توی مثلا یه بازه برای خودش در نظر میگیره، بازه‌ای که حالا من صحبت میکنم با هم دیگه، انقدر اینو تغییرش میده تا به اون دمایی که شما مد نظرتون هست برسه. اینجا در واقع اجاز وریبل داریم، یعنی اون هدفی، اون وریبل، اون متغیری که شما بر اساس اون میخواد انقدر نرم افزار اون رو تغییرش بده تا برسه به اون چیزی که میخواد. من الان میخوام H2 دمام رو انقدر تغییر بده، یعنی بر اساس یه بازه براش در نظر بگیرم انقدر تغییرش بده که جریان میکس من دماش 100 درجه فارنهایت بشه. به خاطر همین میام اجاز وریبلم رو H2 انتخاب میکنم، یا میتونستم متان هم انتخاب کنم، این بر اساس خودم هست. اینجا من H2 رو انتخاب میکنم و باز دما یا تمپریچر رو کلیک میکنم. تمپریچر رو اینجا تمپریچر رو من دارم و سلک رو انتخاب میکنم. الان نگاه، همجور که داریم میبینیم ما اینجا، بذاریم من اینو قشنگ بیارمش اینجا. الان میبینیم ما ورودیمون، یعنی متغیری که میخوایم تغییرات روش انجام بدیم، اونقدر نرم افزار خودش تغییرات روی دمای این انجام بده تا دمای این میکس ما 100 درجه فارنهایت بشه. ما الان میام چیکار میکنیم؟ روی اجاستمون کلیک میکنیم. اینجا گفته آنون ماکسیموم، یعنی شما باید توی این تب پارامیتر خب یه بازدهی برای این تجهیزتون در نظر بگیریم. مثلا من میذارم 80 درجه تا مثلا 101 درجه توی این بازه. تلورانس من چی هست؟ تلورانس یعنی در واقع این بازه ها رو ریز 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 در نظر میگیرم. هر چقدر مثلا اینجا 0.1 دهم هست، من اینو 0.1 صدم در نظر میگیرم که در واقع اون به دمایی که میخوام برسم به راحتی، یعنی با دقت بیشتری برسم.
و اینجا استپ سایز هم با 10 درجه 10 درجه تغییر انجام میشه و به اون دمایی که ما میخوایم میرسه. الان من اینجا ببینیم، الان من اینجا H2O رو گذاشتم به عنوان اون متغیری که میخوام خود نرم افزار اونقدر تغییرش بده تا دمای این میکس من 100 درجه بشه. نگاه، الان 100 درجه فارنهایت شد، یعنی من اومدم از یک اجاس استفاده کردم بدون اینکه جریانم رو بیام مثلا دماش رو هی تغییر بدم، بالا ببرم، پایین ببرم. از یک اجاس استفاده کردم با مشخصاتی که بهش وارد کردم، اون اومد خودش بهم گفت. الان اینجا مثلا توی بخش مانیتور نگاه، نرم افزار خودش اومده اجاست شما یا اون دمایی که در واقع شما نیاز داشتین، مثلا تو اجاز ولیو یا همون هاشگوهی که در واقع داشتین، توی دمای مختلف قرار داده تا به اون دمایی که تارگت ولیو یا اون میکس شما بوده رسیده. ابتدا اومده دما رو گذاشته 101 درجه فارنهایت، تارگت ولیو یا اون میکس شما شده 100 درجه ممیز 177 هزار، و توی مرحله دوم اومده در واقع 3 تا بازه در نظر گرفته، توی 3 مرحله در واقع اومده این کار، دما رو گذاشته 99 و 200 هزار، اینجا دمای میکس شما شده 99 ممیز 562. بعد اومده چیکار کرده؟ دما رو گذاشته 100 ممیز 481، دمای میکس شما رسیده به 100 درجه فارنهایت. یعنی شما از این اجاست میتونید اون متغیری که اون در واقع تجهیزی که دارین، دماش، فشارش یا هر چیزی که بخواین رو بر اساس اجاز تنظیم کنین، به صورت اوتوماتیک میتونین رو تنظیمش کنین. این خیلی کاربردی هست که حالا اینجا ما یه فرایند ساده‌ای داریم، ولی وقتی فرایند ما خیلی پیچیده میشه اجاز خیلی میتونه به ما کمک کنه. الان شما اینجا دما رو به اون چیزی که میخواستین رسیدین. نگاه، الان جریان خوراکی ما میکس این دوتا بوده، دمای 100 درجه فارنهایت بوده و فشارش هم 1 اتمسفر بوده. حالا ما میخواییم این قسمت میکسمون این مواردی که بوده رو مثلا توی صفحه سیمولیشنمون داشته باشیم. میان چیکار میکنیم؟ میان ابتدا همونطور که توی پارت قبلی گفتم، شما میتونین ازش PFD بگیرین، هم میتونین ازش تکس بگیرین، ولی اینجا مثلا اگر شما شو تیبل بزنین، نگاه اینجا شو تیبلی که شما میزنین، میتونین تمام مواردی که مثلا برای این خروجی که برای این وجود داره رو توی صفحه سیمولیشنتون ببینین. حالا شما مثلا میخوان یه تغییر دیگه هم از این ببینین، مثلا چی؟ مثلا اینجا هست، خب روی این کلیک میکنین، دوبار روش کلیک میکنین، میزنین اد وریبل. اد وریبل که شما کلیک میکنین، اینجا میتونین هر چیزی که نیاز داشته باشین، خب مثلا من میذارم کامپوزیت، مثلا بذارین من اینجا مست کامپوزیت، مثلا میخوام هیدروژن و در واقع متانم رو بهم بیاد نشون بده که مست فلاش چجوری هست. نگاه، تمام تجهیزاتی، تمام اون متغیرها، مثلا شما غلظت یک تجهیزی بخواید، من اینجا مثلا مست فلوی متان و هیدروژن رو به راحتی میتونم از این پنجره در واقع از این شوتیبل هم نشون بدم. توی صفحه سیمولیشن هم میتونی شما ببینید. این در واقع یک تجهیزی به نام اجاز هست که واقعا کاربردی هست. شما میتونید حتی برای مثلا H2O‌تون هم این جدوله رو اوکی کنید، مثلا اینجا میزنین شوتیبل رو میزنین، نگاه شوتیبل شما داره نشون میده، میگه دمای شما 100.5 درجه فارنهایت بوده، فشارتون 1 اتمسفر بوده و مولالفلوتون هم 9 دم بوده که بر اساس کیلوگرم مول بر ساعت هست، که ما اومدیم اونجا بر اساس اون پوند چی بود؟ پوند مول بر ساعت تغییرش دادیم و اینجا بر اساس اون واحدی که بوده تغییرات رو بر اساس این انجام داده، یعنی 972 10000 9072 10000 در واقع میشه اون تغییراتی که بر اساس اون واحد شما انجام شد. حتی برای این CH4 هم میتونین در واقع شوتیبل بذارین. من الان شوتیبلش رو میذارم، میگم دمای من 100 درجه فارنهایت بوده، فشارش 1 اتمسفر بوده، مولافلوش هم 1.361 بوده، که شما میتونین تمام این اطلاعات رو ببینین.
حتی برای اجاستم هم میتونم شو تیبل قرار بدم و اطلاعاتش رو ببینم که حالا تارگت آفستش نشون نداده. و همچنین میتونم این رو حتی حذفش کنم. خب این جلسه ما با اجاز کار کردیم. اجاز در واقع یک اجاز خیلی در واقع یک تجهیز خیلی کاربردی است توی نرم افزار. پس حتما اونو یادش بگیریم و این شو تیبل هایی که با هم دیگه کار کردیم. این آموزش به پایان رسید. امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشین. تا آموزش بعدی یا علی، خدا نگهدار.